مراقب باشید و هر چیزی که قراره ببینید کاملا دقت کنید. مهم نیست چقدر عجیب هستن، ولی میتونن به شما خیلی کمک کنن. اگه حتی یک لحظه پلک بزنید همه چیز رو از دست میدید، پس قبلش پلک بزنید همین حالا. حدود 13 ساله که به بیماری آرتریت روماتوئید مبتلا هستم. خیلی درد شدید داشتم بعد از مسافرت که اومدم، اصلا درد کمر و درد داروهای شیمیایی سرطان داشتم خوردم، پوکی استخوان 45% داشتم، ناراحتی معده داشتم، 3 دفعه خونریزی معده کردم، پادرد بی اندازه شدید، فشار خون بالا، 2 قرص فشار می‌خوردم، 1 قرص چربی می‌خوردم، ولی با من سال هاست که سردرد دارم، سردردهای شدید میگرنی. چربی کلسترول خون من 400 بوده، تریگلیسیرید 360 بوده، لذت خون بالایی داشتم و یک بار آنژیو کردم. چربی خونتون چربی مثبت؟ شما دوست گرامی، من حدود 12 سال سینوزیت داشتم، قبلا تو کار سنگین بودم، کار باربری میکردم و آلرژی خیلی شدیدی داشتم، یعنی صبح های همراه با خیلی داشتم. ارزم به حضور شما تیرویدی کمکار دارم، بعد دیسک کمر دارم، زانوام هم درد میکنه. من همیشه ضعف عضلانی داشتم، بدنم خسته میشد و به خاطر فعالیت های زیادی که دارم توی روز مجبور بودم که روزانه حتما نیم ساعت الی 1 ساعت استراحت بکنم بعد از ظهر. 12-13 سال بیماری آرتریت روماتوئید خیلی حاد یا همون روماتیسم مفصلی و چیزی حدود 4-5 سال دچار بیماری MS شدم. با برون آقایی بدنه یا یه مسئولی میخواستم بردارم و دچار دیسک کمر شدم. متوجه شدم یه غده‌ای کنار فکم وجود داره. اولی فکر میکردم که این میتونه غده لنفافی باشه، ولی خب طی مراجعاتی که به پزشک کردم و آزمایشایی که مشخص شد، معلوم شد که این غده خطرناکی میتونه باشه. به نام پسوریازیس. پسوریازیس یا صدف یا داغ صدف، یه بیماری هستم. مشکل زانو داشتم، زانو خیلی ناجور بود، 7-8 سال بود خشکی مفصل داشتم، قادر به راه رفتن نبودم. و من 12 روز تو خونه افتاده بودم، این دفعه شیمی دارم و اینجا خونم کرد و 28% پوکی استخون دارم. مادرم اصلا 83 دچار کمکاری بسیار شدید تیروئید، 10 ساله که مشکل زخمه داره. به دکترها بهم گفتن یه سری داروهای زخمه داره تا آخر عمرم باید مصرف کنم، تا اینکه با ایمت چون فشار خونش همیشه بالا بود، بالای یعنی حدودا 18-19 تا هم رنج بود. بعد از استفاده کردم هستم 12 سالمه، از سبزوار دوستمی خون دارم، شیمی درمانی استفاده میکنم. لرزش دستان و تعادل بدنم خیلی بهبود پیدا کرده. مادر میتونم سوال بکنم شما چه مدت قند دارین؟ 38 سال. و توی 38 سال قند ناشتاتون چطور بود؟ 250، بالاتر از 250. یعنی هیچ وقت حالت نرمال نبود دیگه؟ همیشه به سوال دارم. خیلی تعادل و راه رفتنم خیلی خوب شده. قبلا میافتادم ولی الان نمیافتم و میتونم راحت تر راه برم. روز و شب یک سر سلطان میردم، یک گرده خاکی چیزی بود، فقط یک سر سلطان که نفسم بند میشد، اصلا نمیتونستم نفس بکشم. میگرن دارم، میگرن وحشتناک، جوری که هفته 3 شب 4 شب من از سردرد تا صبح نمیخوابیدم و تمامی روز سردرد داشتم، چون که دیگه زندگیم فلج شده بود. بعد قرص خوابم متاسفانه 1000 جور بیماری دیگه، قرص خوابم من 20 سال میخوردم، قرص لبوتریکسین میخوردم برای که کمکاری تیروئید داشتم و قرص فلوکسیتین میخوردم برای اعصابم. فشارم بالا بود، جوری که گاهی هم سردردهای فشار داشتم، مثلا فشار تا 14-15 بالا میرفت فشارم. بعد دوستان میان گفتن قرص فشار تو بدون مشورت با پزشک کنار نذاری. پروپرانول هم میخوردم برای تپش قلبم. من همه این قرصا رو کنار گذاشتم. وقتی میرفتم یه جا مهمونی، یه کیف داشتم مخصوص قرصا که همیشه همراه هم بود، اینو با خودم باید میبردم.
چون اگر نمی بردم اصلا نمیتونستم که برم جایی بشینم، یعنی اینقدر وابسته بودم به اون قرصا و حالا هیچ قرص نمی خورم، حتی مکملام هم نمی خورم، یعنی نه ویتامین می خورم نه مکمل و اینقدر انرژی دارم، اینقدر همسرم انرژی داره، اینقدر حالمون خوبه که فقط دعا می خدا شاد از ته قلبم دعا می کنم برای آقای دکتر عطاران و این حسی که به مردم داشتن